اسم من فروردتیش رضوانی است و روزنامه‌نگار محقق هستم. از اسفند ماه 91 به دنبال این حقیقت میگشتم که سوسیس و کالباس در ایران چطور و از چه چیزایی تولید میشه. 30 ساله که نظر پزشکان رو هر روز شنیدیم، اما این بار خودم سراغ یک کارخونه معتبر رفتم تا پاسخ پرسشامو بگیرم. سولیکو تنها شرکتی بود که این فرصت رو به من داد تا یک کارخونه واقعی سوسیس و کالباس رو برای نخستین بار به مردم نشون بدم. من توی کارخونه تصاویر زیادی گرفتم، اما چون سرعت اینترنت خیلی ها رو سکته میده، سعی کردم در زمانی خیلی کوتاه به اندازه فرصت نوشیدن یه ردبول همه جای کارخونه سولیکو رو به شما نشون بدم تا ببینید که سوسیس و کالباس چطور درست میشه. پژمان داوری منزه، مدیر عامل شرکت فرآورده‌های گوشتی تهران سولیکو، برخلاف همتایان خودش در شرکت‌های دیگه تصمیم گرفته پای رسانه‌ها رو به کارخونه‌ها باز کنه و قبلا هم در یه مصاحبه توضیح داده بود که چرا استفاده از گوشت گربه در صنعت سوسیس و کالباس ایران شایع است و واقعیت نداره. آقای داوری حالا کارخونه رو به ما نشون میده. گوشت سفید مورد نیاز سولیکو از خرد شدن روزانه بین 8 تا 10000 مرغ در این سالن تامین میشه. چند تا مرغ خورد میکنی؟ چند تا؟ هسته ای داره چقدر پوست بکنند؟ هر چقدر بوده بکنند؟ شما خودت چند تا پوست میکنند؟ من خودم محمود 500-600-700 تو خونه خودت مرغ پاش میکنی؟ 100%. کارگاه های تبدیل ضایعات دامی، بخش های باقی مانده بدن مرغ مثل پوست و کلن چیزهایی که ما بهش آتاشخال میگیم از کارخونه ها میخرن تا از اون برای تولید پودر استخون، ژلاتین و یا کود استفاده کنن. اینا کجا میبرید؟ شرکت پودر استخون شد. گوشت قرمز اصلی ترین و گرون ترین ماده مصرفی در صنعت سوسیس و کالباسه. بعد از یخ‌زدایی توسط قصاب‌ها چربی‌گیری میشه و به دو بخش گوشت‌های لب و گوشت‌های کم‌چرب تقسیم بندی میشه. گوشت‌های لب بعد از سالهای فراوری ما تبدیل به قطعات نمایشی میشن که بهشون کیو گفته میشه و قسمتی که یه مقدار چربی بیشتری داره چرخ میشه و تو فرمولاسیون به نسبت‌هایی که تعیین شده از قبل استفاده میشه. گوشت نمایشی که گفتن به هنر تئاتر ربطی نداره. منظورشون این بخش از کالباسه که لای خمیر میبینیم. این. مزه خاص گوشت نمایشی به این دلیله که با سرنگای خیلی ریز این دستگاه محلول چاشنی ها رو بهش تزریق میکنن و در سالن فراوری دستگاهی به اسم تامبلر گوشت رو به همراه مواد افزودنی مثل آب، فسفات، نمک و ادویه ها ورز میده. سوت غنی‌سازیه؟ والا آخه خب به این لباس ها رو ببین شما، این توی نیروگاه اتمی هم اینجوریه دیگه. همه ما درباره مواد افزودنی سوسیس و کالباس نگرانی هایی داریم که هیچ وقت پاسخ روشنی دربارش نشنیدیم. اما حالا درباره نیتریت سدیم و فسفات از مدیر کنترل کیفیت کارخانه سولیکو بازجویی کردم. یک پارامتر کنترلی هستش که هم آزمایشگاه کارخانه و هم آزمایشگاه اداره استاندارد و اداره نظارت دارن اون رو پایش میکنن. چرا تا الان کسی نیومده جواب بده که اون نیتریت سدیم و فسفات توی سوسیس کالباس به اندازه مجاز هم ایران هم دنیا داره مصرف میشه، استاندارد هم نظارت داره؟ بله. چرا تا الان همش فقط حجمه بوده علیه این قضیه؟ خب ما همیشه دوست داریم عزیزانی مثل شما تشریف بیارن و واقعا اصلا کمکاش کنن. ما حتی استقبال میکنیم مثلا همراه شما یک کارشناس خبره این کار هم باشه که بعد که برفرض مثال بنده میام خدمت شما عنوان میکنم که اگر من فسفات از این دوز بیشتر مصرف کردم همین توی نشریات بله. پزشکان و کارشناسان مصاحبه میکنن میگن اگر نیترات در کالباس زیاد باشد مثلا بله. شما سرطان میگیرید. بعد اینا همش همون اگه رو همون اولش به کار میبرن. بعد برای همین ما سر همون اگه بله. ترسیدیم وحشت کردیم، رسانه هم براشون بای دیفالت اینجا افتاده که سوسیس کالباس بده، نباید هیچ حمایتی ازش بکنن بله. چون مثلا انگار دارن مواد مخدر رو تبلیغ میکنن.
حالا میخوام ببینم شما واقعا بشکه بشکه میریزید اینا رو یا نه چی جوری حدشو میفهمید که کافیه؟ تو قسمت اول این مواد اول تو قسمت اولش باید با گرید مواد غذایی یعنی فود گرید اون استفاده بشه. الان باز دوباره الان دوباره فنی شد. میتونید نشون بدید به ما که چی جوری حساب کتاب میکنید اینو؟ همونی که باش بیهوش میکنن؟ نه اونو خوب نگیرید. این به خاطر اینکه برای آزمون های چربیه بعد اینکه تو آزمش کنیم این کسی بیهوش نمی کنیم نه چربیه الان این نیتریت سودیومه درسته؟ بله بله نیتریت سودیوم هستش که داره با ترازویی که از قبل کالیبره شده مشخصا ساعت توزین اون تایید شده. یعنی هر روز این کار رو انجام میدید؟ هر روز برای تولیدی روز بعد این مقدار ماده‌ای که قرار کشیده بشه. نه الان این چیه این رنگیه؟ این عدیه‌ای هستش که به این ماده اضافه میشه که اپراتور کاتر همون که خمیر رو قاطی میکنه مواد رو به هم قاطی میکنه اطمینان حاصل کنه که این ماده رو داخل خمیر ریخته. این همون نیتریت سدیمی هستش که صحبت شد کاملا دقیق وضع شده برای یک بچه تولیدی این میره استفاده میشه. یه بشکه چقدر اندازش قیمتش؟ من دقیقا عددش رو نمیدونم چون وارداتی هستش. دومی که بشکه اینا به صورت بشکه نیست مثلا نیتریت به صورت پاکت هستش. آخه میگم با بشکه میریزید مثلا شاید با آب خرد میکنه. خب ذهنیت مثلا خواستن خیلی ساده بگم بشکه بشکه مصرف داره میشه. آره. خب میگم این اصلا هیچ کاری قرار نیست برای ما بکنه. نه تامین کننده چربی است نه تامین کننده پروتئین، هیچ چیزی رو برای ما تامین نمیکنه که ما بخوایم این رو ما فقط برای افزایش ایمنی کار کنه. هایی که زیرزمینی ان یعنی مثل شما کسی نیست که اونجا نظارت روی کیفیت و آزمایشگاه اینا داشته باشه. درست. اونا چی؟ اونا از اینا میریزن؟ قطعا میریزن که رنگ گوش بمونه. خب بعد اونا کیلویی میریزن درسته؟ استاندارد 2303 سوسیس و کالباس ویژگی ها و روش های آزمون آن این فسفات و نیتریت سدیم مشخصا دوز مصرف برای گروه های گوشتی مشخص معین شده. من یه ردبول دیگه هم باز میکنم تا فرصتی فراهم بشه که بخش های دیگه کارخونه رو بهتون نشون بدم. سالن کاتر مهمترین قسمت کارخونه سوسیس و کالباسه. در اینجا بر اساس فرمولاسیون هر محصول گوشت و ادویه‌های مختلف رو به طور جداگانه با هم مخلوط می‌کنن تا در نهایت خمیر خام سوسیس و کالباس به دست بیاد. در سالن کاتر برای کاهش دمای مواد و تضمین سلامت محصول مقداری پودر یخ هم داخل دستگاه می‌ریزند. ظاهر یخساز اینجا کاملا شبیه تنور نونوایی سنگکیه اما با این تفاوت که به جای آتش جهنم یختر بهش تولید می‌کنه. کاتر چی میشه؟ بدون اینکه ما بفهمیم ممکنه 500 کیلو 600 کیلو جنس خراب بشه. مثلا چی بشه؟ دو فاز بشه، آب و روغن بندازه، بافت خوبی نداشته باشه. بعد از آماده شدن خمیر سوسیس و کالباس اونو به سالن پرکن منتقل میکنن. این دستگاه هم اسمش سوسیس پیچه. اگه من برم توش مثل تاموجری از اون طرف سوسیس میام بیرون. ولی بعدم نمیاد سوسیسی اسم فرورتیش داشته باشه.
یهو تصمیم گرفتم طولانی ترین سوسیس ایران رو تولید کنم و اسم خودم رو روش بذارم. برای این کار فقط لازم بود چند تا دکمه رو روی دستگاه فشار بدیم تا به صورت اتوماتیک سوسیس رو گره نزنه. الان اینی که میبینید اسمش فرورد کفه و وزنش 60 برابر یک راکوف معمولیه. الان این سنگینه نه؟ بدی دست خدا قوی داری مرد. وقتی در سالن پرکن خمیر سوسیس و کالباس داخل پوشش‌های مخصوص قرار گرفت، باید به اتاق پخت منتقل بشه. اینجا اتاق چیه؟ اسفند پخت. ما این تنوراست؟ این هایی که سبزه زیر باره. و بعد قرمز باشه که داغه دیگه. چرا سبزه؟ ساختار اینا به این شکل. بگید اصلاح کنن. اشتباهه. آمد. همه میکروب ها در درجه حرارتی 82 درجه سانتیگراد اتاق پخت از بین میرن، اما متخصصین فرآورده های گوشتی پس از مرحله پخت باز هم برای اطمینان بیشتر به محصول شوک سرد میدن. فرورکوف منم الان زیر دوشه. سوسیس و کالباس بعد از دوش آب سرد میرن توی سردخونه میخوابن تا دمای بدنشون به 3 تا 4 درجه سانتیگراد برسه. جا حساس این تو نه؟ تقریبا شبیه اتاق عمله. این الان جتونه؟ جا جتونه اینا؟ بازم الان آقا میلن جتونه اینا؟ نه توی این گزارش ویدیویی فرصت نشد همه بخش‌های کارخونه رو نشونتون بدم، اما پیشنهادم اینه که حتما خودتون یه بار خط تولید رو از نزدیک ببینید. چرا من راه دادید؟ شما که خیلی لازم بود بیاید اینجا رو ببینید، چون کاری که از شما پخش شد توی فضای مجازی خیلی تقریبا تمام سابقه بدگویی‌ها و بدبینی‌هایی که رو صنعت سوسیس کالباس بود یه جا توی فیلم نمایش در آورد. تمام مشکلاتی که در انگ‌هایی که به صنف ما خورده می‌شد همه جا یه جا بود. حالا شما مخاطب توی اون فیلم یه سوسیس کالباس زیر زمین، ولی به طور کل صنف ما متاسفانه متهم شده به این قضایا. رفتار نامناسبی شده. کارخونه ها با رسانه ها قهر، چون رسانه ها همیشه رفتن سراغ دکترای شیکی که پشت میزشون نشستن. ما خیلی دوست داریم بیان ببینن کارخونه رو، صنعت رو ببینن، این صنعت رو بشناسن. مشابه این صنعت تو اروپا چه اتفاقی داره میفته، تو آمریکا چه اتفاق میفته، استانداردهای این صنعت چیه، نگهدارنده ها تو صنعت چیه، ریسکای نگهدارنده ها چیه. مشتری رو سوقش بدم به سمت مصرف آگاهانه، نه به سمت اینکه مصرف نکنید. برای طبخ فرورکوف از دوستم آقای سروی صاحب فست‌فود تک تونل توی خیابون شیخ بهایی و دوستاشون کمک گرفتن. البته توی خوردنش هم کمکم کردن. تا حالا همچین چیزی دیده بودی؟ نه. اسمش چی بود؟ کراکوف سولیکو. نه دیگه. چی بود؟ اسم جدیدش. چی بود؟ فرورکوف. چند نفر تا حالا کشته شدن تو این واحد؟ من آماری ندارم که تو ایران کسی تا حالا کشته شده باشه واسه سکالپ. نه آخه خیلی عجیب غریبه، میگن اگه زیاد بخورید میمیرید. بعد حالا من نمیخوام بگم به مردم زیاد بخورید، ولی عجیبه که شما زیاد زیاد میخورید. نه تنها من خیلی از من نمیخورم. الان میخوام اینو در سوختم.